در همین رابطه همراه هستیم با بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، این دیدار قطعا برای اسرائیل بسیار مهم است، از جزئیاتش برام بگو. باید گفت که اردوغان دو هدف را از این دیدار دنبال میکنه. ابتدا پیامی برای فلسطینیان هست که ترکیه در حالی که روابط خودش را با اسرائیل گرمتر کرده و حتی قرار بود که فردا آقای نتانیاهو به ترکیه سفر بکنه و پس از 15 سال با اردوغان دیدار بکنه، اما به خاطر بیماری آقای نتانیاهو این سفر به تعویق افتاد. اما اردوغان میخواهد به فلسطینیان بگوید که آنها را فراموش نکرده و هنوز یکی از اولویت‌های سیاست ترکیه فلسطینیان هستش. در کنار اون، هدف بعدی به گونه ای تفاهم و صلح و پایان نزاع بین حماس و حکومت خودگردان فلسطینی هستش که سالها هستش که از سال 2007 این دو در نزاع به سر میبرند و همه تلاش ها را که در این رابطه برای اینکه به گونه ای این دو به صلح برسند به نتیجه نرسیده. رجب طیب اردوغان پس از این دیدار گفت که تفرقه بین فلسطینی ها تنها در خدمت منافع کسانی است که میخواهند روند صلح را تضعیف کنند. همچنین مرکز ارتباطات رئیس جمهور ترکیه طی بیانیه‌ای گفت که اردوغان از دیدار عباس و هنیه در آنکارا ابراز خرسندی کرده و گفته که فلسطینیان در قلب مردم ترکیه جایگاه ویژه‌ای دارند. او گفتش که محاصره غزه هنوز برای ترکیه قابل قبول نیست و تأکید کرد که تحولات در اورشلیم شرقی و همچنین مسجد الاقصا را او از نزدیک دنبال میکنه. در همین حال منابع آگاه فلسطینی هم در رام الله به خبرگزاری فلسطینی سما اعلام کردند که فشارهایی هم از جانب قطر و هم از جانب ترکیه برای پایان دادن بین نزاع بین هنیه و عباس و همچنین دیدار با اردوغان راه را هموار کرده. منابع فلسطینی گفتن که وضعیت کرانه باختری و غزه به مسیری بی بازگشت رسیده و دیدارها در آنکارا و همچنین پس از اون در قاهره به منزله آخرین فرصت برای فلسطینی ها جهت پایان دادن به این دو دستگی هستش که فلسطینی ها را به دو قسمت نوار غزه و کرانه باختری تقسیم کرده. منابعی هم عنوان داشتن که حماس بسیار به مواضع رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هست و امکان صلح از سالهای گذشته بیشتر هستش. بازداشت شماری از افراد حماس از طرف حکومت خودگردان فلسطینی پس از عملیات اسرائیل در جنین باعث شده بود که تا حدودی تشدید تنش به وجود بیاد و تمام تلاش ها بر این هستش که این تلاش ها به سرنوشت برسه. همانطوری که گفتیم برای اسرائیل آنچه که در آنکارا گذشت و این دیدارها بسیار مهم هستش و اسرائیل همون رو از نزدیک دنبال میکنه. یکی دیگر که کسانی که این مسئله را دنبال میکنه زیاد نخل دبیر کل جنبش جهاد اسلامی هستش که پیش از این هم تاکید کرده که اگر تشکیلات خودگردان فلسطینی مبارزان فلسطینی را آزاد نکنه این جنبش در نشست آتی در قاهره شرکت نخواهد کرد. در کنار این، حماس باز هم اعلام کرده که هنوز سیاست حماس و سیاست غزه بر روی مقاومت مسلحانه در مقابل اسرائیل هست. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی که ما را همراهی کرد.